در یکی از برنامه های گذشته راجبه هفت رکنی که ما را به سلامتی و شفا و کمال نزدیک کنه و ما را در اون مسیر قرار بده صحبت کردیم که خیلی سریع رو میگم اولیش مسئولیت فردی اجتماعی و جهانی بود دومیش پیروی و احترام به قوانین جاودانه طبیعت بود سومیش یک زندگی متعادل و یا روش زندگی متعادل بود چهارمیش مراقبت تن بود پنجمیش مدیریت احساسات بود ششمیش آگاهی ذهن و هفتمی بیداری معنوی که خدمتون گفتم خود مراقبت تن هفت رکن مختلف داره که این رکنا رو امروز بهش میپردازیم رکن اول برای اینکه بدن سالمی داشته باشیم و رکن شاید بسیار مهمی هست پاکسازی و دیتاکسیفیکیشن و غیره هستش که باید بدن ما تمیز باشه که بعدا هر چقدر که بهش بیشتر بخوایم برسیم و غذاهای سالم بدیم بهتر بتونه هضم و جذب و به مورد استفاده قرار بگیره به قول یکی از استادای من همیشه میگفت اگر ما یه بطری داشته باشیم و این بطری آلوده باشه سالم ترین آبم بریزیم خب اون آب آلوده میشه رکن دوم برای مراقبت تن استفاده از هوای تازه و تنفس های عمیق و حالا ما راجع به تنفس ها 20 تا برنامه داشته باشیم که فقط راجع به تنفس صحبت کنیم که تنفس های درست و غیره ولی تنفس های عمیق و درست و هوای تازه بسیار مهمه رکن سوم برای سلامتی تن استفاده به اندازه آب سالم هستش یعنی نه فقط باید آب مسالم باشه بلکه استفاده درست و به اندازه باشه که خود مصرف آب چی باشه و چه آبی سالم تره و غیره راجبش میتونیم یک برنامه کامل صحبت کنیم بحث امروز نیست فقط ما داریم فهرسوار اون عوامل مختلف هفتگانه مراقبت تن و خدمت رو میگم رکن بعدی که رکن بسیار مهم و بسیار پیچیده و بسیار میتونه مردم رو گیج بکنه به خصوص با اطلاعات زیادی که امروز وجود داره و شاید بسیاریش هم نادرست هست تغذیه هستش و تغذیه سالم و صحیح که این تغذیه سالم و صحیح باید صد درصد منحصر به فرد باشه به خاطر اینکه انسان ها با هم گه خیلی فرق دارن و حتما راجبش صحبت میکنیم که چه عواملی میتونه تصمیم گیرنده این باشه که تغذیه صحیح و سالم برای ما چی باشه رکن بعدی که باز این هم خیلی کانتروورشال هست نور خورشید هست و استفاده به اندازه و کافی و درست از نور آفتاب که خیلی میدونم خیلی از متخصصین میگن اصلا زیر نور آفتاب نریم یا سان بلاک بزنیم و غیره که اصلا به نظر من اینها درست نیست سوء استفاده از نور آفتاب نباید بکن نور خورشید نباید بکنیم زیاده روی نباید بکنیم به مرحله سوختن نباید برسه ولی نور خورشید یکی از مهمترین موارد عامل حیات و عامل سلامتی برای ما هستش که راجع اون یک برنامه کامل خواهیم داشت یا شاید بیشتر از یک برنامه که راجع به نور خورشید و فواید اون که چقدر میتونه برای ما حیات بخش باشه و ضروری هستش حتما صحبت کنیم رکن بعدی استراحت خواب و خنده و شادی و همه اینها و ریلکسشن و غیره که اینها هم همه همه من توی یک کتگوری گذاشتم در کتابم که این رکن ها بسیار میتونن مهم باشن البته خواب مهمترینشه ولی خنده و استراحت و ریلکسیشن و برحال یه فان داشتن اونها هم همه میتونه مهم باشه و رکن هفتم که اون هم بسیار حائز اهمیت ورزش هست که فواید ورزش رو همه دیگه میدونیم واقفیم و چقدر مهمه و اهمیتش رو میدونیم ولی باز راجب اون و فوایدش هم حتما یک برنامه خواهیم گذاشت که تحرک بدنی چقدر برای ما مهمه با استفاده از این هفت رکن برای بدن میتونید یک بدن سالمتر از اون چیزی که الان هست داشته باشین و از زندگی بیشتر لذت ببرید